در این برنامه صفحه دوی آخر هفته، آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ ایران همچنان زندگی را بر مردم دشوار می‌کند. آیا دولت برای حل آن برنامه‌ای دارد؟ و چرا آقای روحانی برخلاف رأی بالایی که سنی‌ها ایران به او دادند، حتی یک استاندار سنی برای استان‌های آنان تعیین نکرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در سال 1374 عده‌ای از کارشناسان محیط زیست در بیانیه‌ای هشدار دادند که آلودگی هوای تهران به درجه خطرناکی رسیده. 13 سال بعد در سال 1387 سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایران اعلام کرد که از سال 84 تا 86 هر سال 16,000 نفر در اثر آلودگی هوای تهران مردند. و 18 سال بعد حال آلودگی منحصر به هوای تهران نیست و شهرهای دیگر را هم در بر گرفته. کارشناسان محیط زیست میگویند هوای تهران هر سال آلوده‌تر شده و قربانیان آن بیشتر شدند. در ایران معمولاً آمار دقیق از قربانیان مستقیم آلودگی هوا داده نمی‌شود، ولی به طور پراکنده تا رقم 45,000 نفر در سال هم گفته شده. چرا چنین است؟ چرا این همه سال به هشدارهای کارشناسان توجه نشده؟ عوامل آلودگی هوا چیست و مسببان آن چه کسانی هستند؟ آیا دولت آقای روحانی برنامه‌ای برای مقابله با آن دارد؟ این سوال‌ها را تا دقایق دیگر با سه کارشناس مطرح می‌کنیم. آقایان اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران از شهر میمند کرمان، آقای شهرام تاب محمدی، استاد مهندسی شیمی دانشگاه تورنتو و متخصص آلودگی آب و هوا، و آقای بردیا افشین، کارشناس ارشد طراحی شهری. آقایان خیلی خوش آمدید به برنامه. اول گزارش از شهریار سیامی. عرض سلام دارم. این هوا صدای چکاوک آسمانی هم گرفته. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، وقتی در جمع مدیران ایرانی صدای چکاوک آسمانی را تقلید کرد، همه خندیدند. کسی که تا حالا صدای چکاوک آسمانی نشنیده، شاید هم سالها در تهران کسی این پرنده را ندیده. اما اگر برای مردم تهران از چکاوک آسمانی بگویی، میگویند فکر نان شب و زندگی پرهزینه تهران اصلا نمیگذارد به چیز دیگری فکر کنند. ولی واقعیت این است مردم مهمتر از نان شب خود را از دست می دهند. هوای سالم، ماده‌ای که بدون آن هیچ جنبنده‌ای زنده نمی ماند. اما ظاهراً مردم تهران بدون هوای سالم هم زندگی می کنند. امسال هم مثل سالهای گذشته مردم تهران روزهای بدون هوای سالم زیادی داشتند و تا چند روز وضعیت آلودگی تهران خطرناک اعلام شد. این مشکل فقط اختصاص به تهران ندارد. اینها تصاویر لندن دهه 50 است، وقتی هزاران نفر سالانه در لندن از عوارض آلودگی هوا می‌مردند. این هم لندن امروز، با وجود افزایش چند برابری جمعیتش، آلودگی هوای بسیار کمتری دارد. بنابراین می‌توان در کلان شهرها هم آلودگی هوا را کاهش داد. نگاهی به آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد در 7 ماه ابتدایی امسال مردم تهران 78 روز هوای ناسالم داشتند که با توجه به احتمال پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در فصل‌های پاییز و زمستان پیش بینی می‌شود روزهای هوای ناسالم از 7 ماه ابتدایی سال هم بیشتر شود. 2 ماه پیش سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا را سرطان‌زا اعلام کرد. پس از اعلام سرطان‌زایی سیگار، به نظرم این مهمترین خبر در حوزه بهداشت عمومی در 25 سال اخیره. این خبر نشون میده که هیچ راه حل جادویی یا تکنولوژی برتری برای حل این مشکل وجود نداره، بلکه همه باید با هم کار کنند تا یکی از مهمترین عوامل سرطان‌زایی رو در بشر از بین ببرند. آمارهای کمیسیون محیط زیست مجلس نشان میدهد سالانه بیش از 10,000 نفر در تهران از عوارض آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. تعداد زیاد خودروهای تهران، کیفیت بد بنزین مصرفی، کارخانه های داخل و اطراف شهر، جغرافی های خاص این شهر، همه و همه از علل اصلی آلودگی هوای شهر تهران معرفی می شوند. ولی در چند سال اخیر در شهرهای غربی و جنوب غربی ایران، به خصوص اهواز، آلودگی شدید هوای ناشی از ریزگردها گزارش شده.
عواملی که کاملا با شهر تهران متفاوت است. بنابراین شاید بتوان به سادگی گفت یک عامل اصلی تمام این گرفتاری‌ها این است که حفاظت از محیط زیست نه اولویت اصلی دولت بوده نه مردم ایران. به نظر من NGO ها در کاهش آلودگی هوا نقش بسیار مهمی میتونن ایفا کنن. از یه طرف اونها میتونن مشکلات رو نشون بدن و خواستار عمل دولت بشن که این کار دولت رو هم در ارائه طرح‌های شجاعانش راحت تر میکنه. از طرف دیگه NGO ها میتونن از دولت مطالبه داشته باشن و گزارش کار بخوان، به خصوص وقتی دولت ها به وعده ها و سیاست هاشون عمل نمی کنند. نگاهی هم به مطالبات مردم از دولت و نمایندگان مجلس نشان می دهد در هیچ رقابت انتخاباتی درخواستای محیط زیستی تعیین کننده نبوده. در عوض بیشتر مردم از ساختن بزرگراه‌ها استقبال می‌کنند، حتی اگر بودجه‌ای برای گسترش مترو و خطوط اتوبوسرانی افزایش نیابد. اگر با اتومبیل خود سر کار می‌روید و صدای چکاوک آسمانی و هیچ پرنده دیگری را نمی‌شنوید، مطمئن باشید با این نوع زندگی عمر طولانی نخواهید داشت. گزارش شهریار سیامی بود. آقای کهرم، واقعا چکاوک آسمانی تعیین کننده طول عمر در ایران، یعنی اوضاع چقدر بده؟ عرض شود که اوضاع در شهرهای بزرگ ما بسیار بسیار بده، به طوری که اهواز رو میگفتن که آلوده ترین شهرهای ایران هست و یا جهان هست، و از طرف دیگه تهران هم شما رو به حضرتون رسوندن که ما در طول سال گاه دو روز یا سه روز بیشتر هوای سالم نداریم. بنابراین اگر ما چکاوک های آسمانی رو معیار بگیریم و آوازشون رو معیار و استاندارد سلامت برای ایرانیا بدونیم، در نظر بگیرید که متاسفانه حال و روز ایرانی ها مثل همون چکاوک چندان خوب نیست. آقای کرم، از سال ظاهران از سال 74 تا حالا داره هشدار داده میشه سر مسئله آلودگی هوا، و به نظر میرسه که این بیانیه هایی که در اون سال صادر شد و هشدارهایی که از طرف کارشناس هایی مثل خود شما داده میشد تا این سالها، کسی گوشش بدهکار نبوده، کاری نشده ظاهران. ببینید، مسئله اینه که اشل و میزان آلودگی آنقدر زیاد هست که اگر کاری حل بشود چندان انعکاس نداره. چرا؟ کار الحق و الانصاف زیاد شده. ببینید، ما مثلا یک شبه مسئله سرد رو از بنزین حذف کردیم و آلی از سرد کردیم. ما این که ما اتوبوس های بی‌آر‌تی رو که اتوبوس های سریع‌سیر هستن از شرق به غرب شما رو به جنوب تهران رو میرن بدون توقف، اینها رو راه انداختیم. ما سالی حدود 26 کیلومتر مترو در تهران ایجاد کردیم و به همین ترتیب کارها زیاده. منتها به موازات اون، همونطور که در گزارش ذکر شد، بنزین های کم کیفیت، اتومبیل های کم کیفیت و از طرفی اتوبان های جدید باعث میشه که روز به روز به تعداد اتومبیل ها در داخل تهران افزایش پیدا بکنه. ببینید الان اومدن مثلا اتوبان صدر رو ساختن، دو طبقه کردن، حالا قرار سه طبقه بکنن. خیلی خوب، این باعث میشه که تعداد اتومبیل ها در تهران افزایش پیدا بکنه. ما با عارضه ای به نام 2,800,000 اتومبیل روبرو هستیم که بیش از 40% معاینه فنی نمیشه. ما به همین میزان موتورسیکلت داریم که هر کدومش 8 برابر اتومبیل آلایندگی ایجاد میکنه. بنابراین هر اقدامی هم در هر سطح و اشل و کلاسی انجام بگیره، آنقدر میزان آلاینده ها زیاد هست که تأثیرش واقعا مشاهده نمیشه. بسیار خب آقای کرم. آقای تاب محمدی، حالا این صحبت آقای کرم رو شنیدید، یعنی کارهایی صورت گرفته و تلاش‌هایی هم در این سال‌ها از طرف دولت‌های ایران شده، ولی انگار به جایی نمیرسه. چه چیز به نظر شما چه کار اساسی باید انجام بشه که یک تغییر محسوس باشه در ایران؟ ببینید، یه مسئله که توی ایران توی این مسئله آلودگی هوا فراموش میشه نقش صنایع هست. یعنی خیلی تلاش میشه که تمام مشکل گردن مردم بیفته و اینکه مردم دارن آلوده میکنن، که کاملا هم درسته، من با اون هیچ مخالفتی ندارم. بخش
عمده آلودگی هوا به وسیله خودروهای توی شهر تهران و شهر بزرگ دیگه داره انجام میگیره. اما یه بخش دیگه هم هست که صنایع هستن و اتفاقا برخورد با صنایع و به اصطلاح تصحیح آلودگی هوا از طریق تصحیح صنایع ساده تر، سریع تر و ارزون تر هست و نقشش اگرچه خیلی کم هست اما محسوس خواهد بود. این بخش خیلی براحتی توی ایران فراموش شده و مسئله آلودگی توی ایران یه بخشش مسئله تکنیکی هست ولی بخش عمده این مشکل مسئله سیاسی هست. مسئله این هست که مراکز تصمیم گیری بسیار بزرگی توی ایران وجود داره، متعدد وجود داره و هماهنگی بین این مراجع تصمیم گیری نیست و شفافیت وجود نداره. یعنی من خیلی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی خوشحال شدم وقتی که نامه خانم ابتکار به آقای داریوش مهرجویی رو خوندم که برای اولین بار یه مسئولی اومد گفت که صدای شما رو شنیدم. ولی خود خانم ابتکار این مسئله رو فراموش میکنن که بخش عمده از آمار اطلاعاتی که میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت هوا در اختیار قرار نمیگیره و توی ایران واقعا مسئله آمار یه طرف هست، مثلا این عدد و رقمایی که دولت میده یه طرف هست، مثلا واقعیت یه طرف دیگه. من توی مصاحبه یکی دو سال پیش نمیدونم با کجا بود این مسئله رو گفتم که واقعا برای یه شهر به شدت آلوده مثل تهران یا اهواز حتی ما احتیاج به آمار یا حتی مثلا آزمایشگاه هواشناسی نداریم. از روی رنگ هوا میشه حدوداً حدس زد که چه گازهای آلاینده توی هوا هست و برای تصحیح این قضیه هم راه‌حل‌های زیادی هست، راه‌حل‌های ساده و ارزونی هست به خصوص در رابطه با صنایع. و توی ایران هم ما چیزی که کم نداریم متخصصین و دانشمندان خوبی هست که توی این قضیه میتونن کمک بکنن. فقط به نظر نمیاد که اصلا هیچ به اصطلاح از طرف دولت توجهی به این قضیه بشه. بسیار خوب. حالا آقای تابع محمدی اشاره کردیم به مسئله صنایع آقای افشین، ولی به هر حال همه قبول دارن که بخش اعظم آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه است. اگه به اون آماری که به ما داده میشه استناد کنیم، 88% آلودگی هوا توی شهر تهران متعلق به حمل و نقل خودروهاست، حمل و نقل موتوری. حالا این یه بحث جداگونه است که این به این آمار استناد کنیم همونجوری که گفتن یا استناد نکنیم، چون که صنایع نقش عمده‌ای دارن، ولی تو اینجا بهش تو این آمار نقش 12% داده میشه. ولی برگردیم به اول، همونجوری که در ابتدا گفته شد و تو گزارش شهریار هم بهش اشاره شد، مشکل آلودگی یه مشکل جهانیه که راه حل محلی میخواد و حالا گریبان تهران، عراق، اهواز رو گرفته و ما تصور میکنیم که سهم عمدهش توی تهران به خصوص مال آلاینده های حمل و نقل موتوریه. ولی این برخورد که مردم نقش داشته با این نگاه که 88% آلاینده ها موتوریه، نقش مردم رو پررنگ میکنه و همونجوری که هم گفته شد اقداماتی صورت گرفته، دولت اقداماتی کرده، ولی کم همونجوری که توی باز هم توی حرف ها لابلای حرف ها میشه ازش بیرون آورد اینه که این اقدامات به خاطر اینکه مرکزهای تصمیم گیری و قدرت و اجرا چنگانه است، اقداماتی بوده که برایندش برایند سازنده‌ای نبوده، اقدامات متنوعی بوده، اقداماتی از این دست بوده که ما همزمان گسترش مترو رو داریم که میتونه پایدار باشه، ولی همزمان ما این نگاه رو داریم که تهران احتیاج به اتوبان داره و همچنان شهرداری دستاوردهای بزرگش دو طبقه کردن اتوبان صدره و یا تونل کشیدنه و این
تاکید بر محوریت حمل و نقل خودرو رو ما می‌بینیم، حمل و نقل موتوری رو می‌بینیم که همچنان تو ذهن مقامات مسئول وجود داره. در این حال می‌بینیم که اقداماتی پایدار هم شده، ولیکن این رابطه رفت و برگشته. همینطور که می‌بینیم که نه سیاست‌های تشویقی نه سیاست‌های محدودکننده در حاکمیت وجود داره برای کمتر کردن استفاده حمل و نقل خودرویی، ما می‌بینیم که مردم هم تمایلات زیادی دارن برای استفاده کردن از حمل و نقل خودرویی، و این چیز پدیده تازه نیست. تو گزارش قبلی مثلا دهه‌های قبل گزارش تحقیقی گروه هاروارد به این اشاره داشته که از نظر فرهنگی مردم ایران تمایل زیادی دارن به حمل و نقل با ماشین‌های خودشون، با خودروهای شخصیشون، با موتورسیکلت. و اگه باور کنیم 88% درسته، باید نقش زیادی هم به مردم بدیم که اونا تمایل دارن به استفاده از خودروشون. بسیار خوب. اینجا آقای کرم که نقش دولت خیلی عمده تر میشه نسبت به گذشته، از این نظر که به هر حال بایستی در برای آموزش یا ایجاد فرهنگ ترافیک در ایران یه مقدار اقدام بیشتری صورت بگیره، و الا یک ترتیباتی در گذشته داده شد، یک زبانی یک شرکت ژاپنی رو مأمور کردن از طرف شهرداری تهران که یک تحقیقاتی بکنه در این زمینه، و نتیجه تحقیقاتش هم منتشر شد، و بعد از اون هم شروع کردن به یک توسعه هایی برای به عنوان راهکار که مثلا گسترش فضاهای سبز قرار بود بیشتر بشه، معابر پیاده رو بیشتر بشه، ورود تاکسی های بنزین سوز رو به اصطلاح از خیلی جاها منع بکنن، دوگانه سوزی رایج بشه، عوارض بیشتری وضع کنن برای ماشین هایی که به هر حال مصرف سوختشون آلودگی ایجاد میکنه، و همه اینها. ولی در عمل این اتفاقات به اون طور که باید شاید نیفتاد، و همطور که گفته شد میزان استفاده از ماشین در بین مردم خیلی نسبت به گذشته بیشتر شده. حالا بعضی ها امیدوار شدن به این صحبت هایی که خانم ابتکار کرده، و شما آقای کرم، شما مشاور خانم ابتکار هستید، شما الان برنامه‌تون چیه؟ این برنامه دولت دقیقاً چیه؟ میخواد چیکار بکنه که یه مقداری مقابله بشه با این وضع بسیار آلوده؟ ملاحظه بفرمایید، در مورد صنعت صحبت کردن، بنده یه آمار تکان دهنده به شما میدم. حدود 33% از صنایع کل مملکت ما ایران در اطراف تهران پراکنده است. در زمان قبل، یعنی دوره اول صدارت خانم دکتر ابتکار، وضع شد که در شعاع 120 کیلومتری تهران دیگه اجازه به صنایع داده نشود. ولی متاسفانه این مسئله در زمان دولت گذشته لغو شد و مجدداً اجازه تأسیس صنایع رو دادن. اما در این که ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ببینید، بنده 6 سال عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بودم که ریاستش با خانم دکتر ابتکار بود. در این 6 سال هر وقت ما در مورد ترافیک، آلودگی، در مورد مصرف آب، انرژی، غیره صحبت میشد، ما به فرهنگ سازی اعتقاد داشتیم. یعنی اون قسمتی که مربوط به مردم بود و اون قسمتی که مردم آلاینده ها رو تولید می کردن، ما به فرهنگ سازی اعتقاد داشتیم. و این کار رو حالا نه این دولت های آینده و غیره بایستی که انجام بدن در زمینه زباله، در زمینه مصرف انرژی، در زمینه ترافیک و غیره. اما وظایف دولت سر جای خودش هست، وظایف کلان دولت در همین زمینه فرهنگ سازی، و یا این که تمهیداتی که باید بیاندیشه. ببینید، شهردار تهران در کوپنهاگ، در اجلاس کوپنهاگ گفت که سیاست تهران برای مقابله با گرمایش و آلودگی دو چیزه: یک، گسترش مترو، و دوم، افزایش فضای سبز. در نظر بگیرید که در تهران قیمت یک متر زمین گاه تا 16 میلیون تومان هست، به طور متوسط 7-8 میلیون تومان. در این شرایط ایجاد فضای سبز، پارک ها واقعا با اشکال مواجه هست. ولی در زمینه مترو از اقدامات بسیار بسیار عاجل دولت فعلی هست. سازمان حفاظت محیط زیست این سیاست رو تجویز میکنه که ما
حداقل کاری بکنیم که مردم مانند لندن یا خیلی گران باشه براشون یا خیلی مشکل که از وسایل نقلیه خصوصی استفاده بکنیم، در صورتی که وسایل نقلیه عمومی رو در اختیارشون بذاریم. شما روزی نیست که نبینید که چند تا واگن در اختیار مترو گذاشته شده و یا اتوبوس‌های جدیدی وارد میشه. ولی من در مورد سخنان اون همکار عزیزم که فرمودن اطلاعات به مردم داده نمیشه، این رو من مخالفت می‌کنم. ببینید روی اس‌ام‌اس موبایل بنده هر روز میزان آلاینده‌ها در سرش NOx CO2 ترکیبات میچاک و یا حتی ذرات و غبار زیر 2.5 میکرون که خطرناکه ذکر میشه و حتی توصیه‌هایی که آقا امروز بیرون نرید و یا امروز از اتومبیل استفاده نکنید مرتب روی موبایل‌ها هست. در نقاط مختلف شهر ما تابلوهایی داریم که این تابلوها زیر شده میزان آلاینده ها در اون روز شرط هست. در هم خوزستان که میفرمایید 17 تا ایستگاه پالایش هست و اینها مانیتور میکنن و اطلاعاتشو به اطلاع تصمیم گیران و یا مردم میرسونن. ما بایستی که سیاست اون علاوه بر فرهنگ سازی انشاءالله در زمینه توسعه فضا سبز و مترو استوار باشه. بسیار خوب آقای تابه محمدی، حالا شما پیشنهادتون چیه؟ شما فکر میکنید چه باید بشه در کوتاه مدت؟ برای اینکه مسئله آلودگی هوا مسئله عاجلیه، برای اینکه با سلامت بهداشت مردم روبروست و تأثیر آنی داره، یعنی چه بایستی شاید دو تا برنامه در دست داشته، یک برنامه عاجل برای رفع عاجل وضعیت آلودگی و یک برنامه دراز مدت برای همون که شامل همون فرهنگ سازی هم میشه. شما چه توصیه‌ای دارین برای این کار؟ به نظر من اولین چیزی که میشه شروع کرد بعد از بخش ساده و ارزون شروع کرد که همون صنایع هستن. من کاملا با حرفای همکارانم موافق هستم که بخش اصلی و عمده و بزرگتر آلودگی هوا توی ایران ناشی از خودروهاست. اما یه مسئله رو باید در نظر گرفت، آلودگی هوا که از طریق خودروها میاد از طریق 1,2,400,000 تا آقای کهرام توضیح دادن اتومبیل توی تهران هست، در سطح این شهر پراکنده است، در حالی که وقتی که ما با صنایع سر و کار داریم با یک منبع آلاینده سر و کار داریم که میشه با تکنولوژی‌های ساده بخش عمده این آلودگی هوا رو گرفت. مثلا ببینید به کار انداختن اسکرابرها یا الکتروستاتیک پرسیپیتیترز، اینا چیز زیاد مشکلی، اینا ممکنه که کلمات انگلیسی باشه و خیلی دهن پر کن، ولی واقعا تکنولوژی های بسیار ساده ای است. اسکرابر یعنی دوش حمام، یعنی اینکه شما یه دوش بزرگ توی سر راه خروجی این صنایع قرار بدیم که بخش بزرگی از این گرد و غباری که آلاینده هست و در ضمن بسیاری از مواد ارگانیک مواد آلی رو تو خودش جذب کرده اینا رو بشوره و از بین ببره. پرسیپیتیتور در واقع فقط دو تا قطب یه آهن رو باست، یعنی شما دو تا فلز بزرگ رو بگیرین وصل کنین به یک سری باتری ماشین، شما به وسیله این میتونین بخش بزرگی از گرد و غباری که توی دودکش این کارخونه ها هست و اینا رو جذب بکنید و کنار بذارید. و یه مسئله دیگه ببینید، اصولا توی لانگ ترم توی دراز مدت باید تغییر سوخت باشه. الان صنایع ما از مازوت استفاده میکنه و مازوت بسیار آلاینده است، باید این تبدیل بشه به گازهای مثلا گاز طبیعی. همینجور توی در سطح شهر مهمترین مسئله به وجود آوردن ترابری همگانی هست. مترو رو باید واقعا گسترش داد، اتوبوس ها رو گسترش داد. اینکه اتوبان بسازن واقعا دردی رو دوا نمیکنه، اینجوری که همکارای من هم توضیح دادن. بسیار. در زمینه آقای افشین، در زمینه به اصطلاح شهرسازی، یعنی چه تغییراتی اساسی بایستی مثلا در شهر تهران یا شهرهای دیگه‌ای که آلودگیشون درجه آلودگیشون بالاست باید داده بشه، یا
چیزهایی ایجاد بشه که بتونه کمک کنه به این وضعیت. همونجوری که گفتم راه حل‌های محلی خودش رو میطلبه و این راه حل مهمترین چیزش اینه که یک رویکرد عمده رو میطلبه، با اینکه همه راه حل‌های محلی عراق راه حل خاص خودش رو میخواد، تهران راه حل خاص خودش رو میخواد، اما چیز عمده‌ای که وجود داره و میشه حرفای آقای کهرم هم به فال نیک گرفت اینه که دولت مردای ما توجه خودشون رو به سلسله مراتب حمل و نقل شهری عوض کردن، سلسله مراتب براشون واژگون شده و حالا براشون حمل و نقل عمومی مسئله مهمیه و حالا اهمیت میدن به مترو. و اگه قرار باشه متروی تهران همونجوری که تصور میشه تا سال 1409 که 17 سال دیگه است گسترده بشه، بزرگتر از متروی لندن میشه با جمعیتی معادل و این میتونه دستاورد بزرگی باشه برای تهران. اما در این حال باید تصور کنیم که نقش مردم به عنوان توی ما دوباره لندن رو مثال میزنیم، همونجوری که آقای کهرم مثال زدن، توی لندن سال 1952 این اتفاق افتاد و همچنان هم آلودگی گریبان مردم رو میگیره، 4000 نفر توی دراز مدت از آلودگی میمیرن توی شهر لندن، با اینکه تصور میشه به اون سمت داره حرکت میکنه به سمت توسعه پایدار توی حمل و نقل شهری. توی تهران ما میتونیم تجارب دیگران رو مثل شهر لندن رو به کار ببریم و ولی نه فقط دولت مردای ما اینجا مسئولان، اینجا مردم نقششون پررنگ، اونها باید توی تصمیم گیری، توی اجرا و توی سیاست گذاری مشارکت داشته باشن. و قبل از اینکه ما یه عزم و اراده بین دولت مردم رو می‌خوایم، یه آگاهی برای مردم می‌خوایم و یه اراده جمعی، ولی این وسط دولت مرد مردم رو داریم. بس همونجوری که اول برنامه گفته شد، سازمان‌های غیر دولتی هستن که میتونن به مردم آگاهی بدن، اون عزم و اراده رو ازشون بخوان و از دولت بخوان که آقای کهرم در یک دقیقه شما ممکنه لطف کنیم به ما بگید که الان برنامه عاجل ترین برنامه سازمان محیط زیست چیه و در این راه از کدام سازمان دولتی یا وزارتخونه کمک عاجل احتیاج داره؟ متاسفانه آقای کهرم ارتباطشون قطع شده با ما و وقت ما هم متاسفانه تموم شد. خیلی متشکرم آقای تاب محمدی در کانادا، آقای افشین خیلی متشکرم از شما و آقای کهرم هم تشکر میکنم ازشون به خاطر شرکتشون در برنامه. وقتی آقای روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، اهل تسنن ایران که درصد رأی آنها به او از همه بیشتر بود، امیدوار شدند که شاید جمهوری اسلامی این بار وزیری، معاون یا مدیری کلی از بین اهل تسنن در کابینه آقای روحانی شامل کند. و وقتی آن نشد گفتند حداقل استانداری از میان آنها تعیین خواهد شد. استانداری هم به اهل تسنن تعلق نگرفت و وزیر کشور در توجیه آن عذر بدتر از گناه آورد که فرد شایسته ای از میان اهل تسنن برای استانداری کردستان یافت نشد و این اظهارات آخرین نمکی شد بر زخمی به قدمت حیات جمهوری اسلامی و سبب شد که بسیاری از سنی های ایران به آقای روحانی بگویند که ما به وعده های تو اعتماد کردیم و 75% رأی مان را به صندوق تو ریختیم، ولی تو به ما اعتماد نکردی که حداقل استانداری از میان ما برای مناطق خودمان تعیین کنی. علی یونسی دستیار آقای روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها این بی‌اعتمادی را تلویحاً تایید کرده و گفته برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و مأموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده غیر خودی‌ها گذاشت. از نظر ما این نگاه درستی نیست که بخشی از مردم ایران را نامحرم و غیر خودی بدانیم. چرا نظام حکومتی ایران به اهل تسنن بی‌اعتماد است؟ ریشه این بی‌اعتمادی در کجاست؟ اختلاف مذهبی یا دلیل اون سیاسی است؟ برای صحبت در این باره سه مهمان جدید به ما ملحق شدند. آقایان جلال جلالی زاده نماینده سنندج، کامیاران و دیوان دره در مجلس ششم ایران از تهران، عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و ماهان عابدین مدیر پژوهش در مرکز مطالعات تروریسم در لندن که اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای جلالی زاده، شما در جایی در جواب صحبت‌های وزیر کشور که گفته بود که فرد شایسته‌ای در کردستان برای استانداری پیدا نکرده، گفتید که کدخدا حسن روستایی ما از نظر مدیریت و سیاست کمتر از خیلی از این استانداران بعد از انقلاب نیست. چقدر این احساس شما در کردستان عمومیت داره؟ من با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی و همچنین بینندگان ارجمند شبکه جهانی BBC. بله، وقتی که وزیر کشور در سرندج اعلام میکنن که در کردستان فرد شایسته‌ای نبوده که حجت شرعی بر من تمام بشه که من او را به عنوان استاندار کردستان محکوم کنم، من خودم با بررسی کارنامه بسیاری از استاندارانی که سابقه ای نداشتن یا از تجربه کافی برخوردار نبودن و یا
از مدرک و تخصص لازم بهره‌مند نبودن، واقعا وقتی که احساس میکردم و مقایسه میکردم که شاید یک کدخدای روستا در حوزه مسئولیت خودش از بسیار از این استانداران توانمندی و شایستگی بهتری رو داشته باشه، و این سخن وزیر کشور به نظر من یک توهین به ملت کرد و همچنین به شهروندان استان کردستان بود که خود وزیر کشور کاش مثل آقای یونسی اعلام میکردن که ما میخواهیم که استاندار کردستانی را معرفی کنیم، اما نمیگذارن. ایشون سرافکنی کردن و به جای اینکه ناتوانی خودشون رو در معرفی یک استاندار کرد سنی اعلام بکنن، اومدن نالایقی و بی‌کفایتی مردم را و شهروندان را بهانه کردن. بسیار خوب آقای دوشوکی، چرا بایستی انتظار داشت که یک شیوه چند ده ساله جمهوری اسلامی ایران با آمدن آقای روحانی یک دفعه عوض بشه؟ به دو دلیل. دلیل اولش اینه که به هر حال ایران در یک شرایط بخصوصی از منظر اقتصادی قرار داره و تحریم‌های زیادی بر روی کشور هست، در نتیجه باید کل فضای کشور عوض بشه، و دوم اینه که بعد از دوران آقای احمدی نژاد مردم انتظار داشتن با توجه به وعده و وعیدهایی که آقای روحانی به اهل سنت و اقوام داده بودند و اون منشور خودش رو در قالب بیانیه شماره 3 داده بود و 10 تا قول داده بود که متاسفانه وقتی من لیست رو نگاه میکنم میبینم هیچ کدوم از اون 10 تا قول و وعده و وعیدی رو که داده بود عملی نشده، و بدتر از اون در گزارش به اصطلاح 100 روزه خودش به ملت هیچ گونه اشاره‌ای هم به حقوق اقوام، حقوق اهل سنت نکرد. و واقعیت اینه که از یک نکته دیگری هم که نگاه کنیم می‌بینیم که متاسفانه جمهوری اسلامی و دولت جدید همون راه و رویش رو ادامه میده که قبلا هم بوده، و دلیلش هم من عرض خواهم کرد. دلیلش اینه که ما می‌بینیم در بودجه، اینو به هر حال وقتی صحبت از محرومیت میکنیم، چه از منظر نیروهای انسانی و چه از نظر اقتصادی و توسعه آبادانی در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان، مسئله بودجه مهم هست، و به همین دلیل ما میبینیم که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به عنوان اعتراض به این موضوع استعفا دادن یا حداقل تهدید کردن. بودجه وزارت اطلاعات، سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی از 11,000 میلیارد تومان به 15,500 میلیارد تومان رسیده، یعنی 33% افزایش پیدا کرده. بودجه عمرانی کشور 57,000 میلیارد تومان بود سال پیش، امسال 37,000 شده، یعنی 35% کاهش پیدا کرده. ما می‌بینیم که این بودجه نیروهای امنیتی نظامی 33% افزایش پیدا می‌کنه، در صورتی که بقیه بودجه‌های کشور کاهش پیدا می‌کنه. و اگر ما اینو بررسی کنیم، این آقای روحانی که در مناظره انتخاباتی خودشون گفتن با صراحت که من یک نظامی و سرهنگ ارتشی نیستم، من یک حقوقدان هستم، متاسفانه هنوز همون نگاه امنیتی اطلاعاتی رو داره که هم در انتخاب استاندارا، چون تا به حال حداقل 7 تن از وزرای آقای روحانی عقبه امنیتی ارتشی و سپاهی دارن، و در رابطه با انتخاب استاندارهای غیر بومی بخصوص در بلوچستان، کردستان و ترکمن صحرا که عمدتا سنی هم هستند و جزو اقوام هستند، غیر بومی انتخاب کردن برخلاف وعده و وعیدهایی که داده و برخلاف حرفایی که وزیر کشور بخصوص در کرمان و در روز دوشنبه 29 مرداد در اردبیل زدن. در نتیجه ما اگه کل این تصویر رو ببینیم، ولی آقای دوشوکی اگه بودجه رو ملاک بذاری، این بودجه در برای سراسر کشور کم شده که فقط در منطقه کردستان نبوده. نه، منظور من اینه، منظور یعنی این تناسب، این درسته، ممکنه حرف شما درست باشه از این نظر که بودجه امنیتی و نظامی رو بیشتر کردن ولی بودجه عمرانی کشور رو کم کردن، ولی وقتی بودجه عمرانی کشور کم شده یعنی از همه کشور کم شده. بله، نه، این نشون میده که یک نگاه کلی رو دارم میخوام ترسیم کنم. این نشون میده که نگاه آقای روحانی هنوز همون نگاه ای که در جمهوری اسلامی بوده، یعنی نگاه امنیتی اطلاعاتی به مسائل کشور و از بودجه هم مشخص است و از انتخاب استاندارا و از انتخاب وزرا.
مشکلی که در سیستان و بلوچستان و کردستان و همچنین ترکمن صحرا و خوزستان وجود داره این نگاه امنیتی است. این نگاه امنیتی نه فقط در انتصاب استاندارها بلکه در کل برخورد با اون مناطق از نظر به اسلام استفاده از منابع انسانی در اون مناطق و همچنین استاندارها این نشون میده این نگاه هنوز عوض نشده و آقای روحانی و آقای یونسی هر دو قول داده بودن که این نگاه امنیتی اطلاعاتی رو عوض کنن. و یه نکته آخر رو که اشاره کنم، این نگاه امنیتی باعث میشه همان گونه که آقای یونسی گفته بودن به ما بلوچا، به ما کردها و حتی عربها و ترکمنها یک نوع نگاه بیگانه باشه، یک نوع نگاه غیر خودی باشه. شما ببینید برای یک سنی ایرانی چقدر دردآوره که یک شیعه لبنانی خودی هست. من به خاطر مسائل کاریم به لبنان سفر کردم و دیدم ایران چقدر در اونجا واقعا سرمایه گذاری کرده، بیمارستان، مدارس ساخته. چطور میشه من سنی ایرانی بیگانه و غیر خودی و نامحرم باشم اما شیعه عراقی و لبنانی خودی باشن؟ دردی از این بالاتر هست در این کشور؟ اجازه بدین ببینیم که آقای آبدین در این زمینه چی میگن. که فکر میکنین مشکل جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت ها، اقوام و همینطور اهل تسنن دقیقا چیه؟ یعنی تعیین کردن یک استاندار واقعا کار شاقی نیست، یعنی زمین با آسمون نمیاد، آسمون زمین نمیاد در واقع. یه چالش جدیه برای کشور، ولی من فکر نمیکنم یک دلیل داشته باشه. یه مجموعه ای از دلایل هست که در این مسئله دخیل هستند و به نظر من فرقه ای کردن این موضوع، یعنی آوردن شیعیان لبنانی یا عراقی به این، این کار درستی نیست. ولی این واقعیت، شاید در عرصه سیاست بین المللی تا حدودی صداقت داشته باشه، ولی در مجموع ببین مجموعه ای از عوامل اینجا دخیل هستند. یکی این که برمیگرده به مناسبات دولت مدان، استانداری، وزارتخونه ها در سطح محلی با کنشگران و نخبگان محلی در مناطقی از جمله کردستان، بلوچستان یا جاهای دیگه‌ای که اهل سنت در اونجا اکثریت رو تشکیل میدن. بعضیش هم برمیگرده در تعامل بین نخبگان بین خودشون، یعنی این حرفی که آقای وزیر کشور زده، البته من نمیخوام حرف ایشون رو تایید بکنم، حرف نادرستیه و شایسته ایشون نیست، ولی تا حدودی هم درسته. چون میبینید رقابت بین نادرست باشه، ولی نه، رقابت بین نخبگان در این مناطق خیلی بالاست. یعنی یکی از وظایف در واقع دولت‌های محلی، ادمنستریشن‌های محلی چه در کردستان یا جاهای دیگه، دفع این رقابت‌های ناسالمه. در مورد مسئله نگاه امنیتی، اینکه تا حدودی این حرف درسته، ولی شما باید در توجه داشته باشید که دغدغه‌های امنیتی در این مناطق وجود داره، در بلوچستان، در کردستان و حتی در مناطق عرب نشین ایران دغدغه‌های امنیتی هست که خیلی از این مسائل برمیگرده به دخالت کشورهای خارجی در ایران، سوبسیدهایی که به سلفی‌ها یا گروه‌های افراطی در بین اهل سنت ایران داده میشه. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. هیچ کدوم اینا توجیهگر برخورد در واقع تبعیض‌گونه با بخشی از مردم ایران نیست. من نمیخوام این مسئله اصلا توجیه کنم. شاید آقای آبدین، شاید حق با آقای جلالی‌زاده باشه که میگن که آقای وزیر کشور به صراحت بیاد بگن که ما میخواییم که استاندار محلی تعیین بکنیم، میخواییم یک امکاناتی به در محل به اهل تسنن بدیم، ولی دیگران نمیدارن. حداقل صادق باشن با من. من برمیگردم به اصل سوال شما که گفتید این مسئله جمهوری اسلامی چیه. من فکر نمی‌کنم این فقط مسئله جمهوری اسلامی باشه، این مسئله حکومت‌های مرکزی در ایران نوین، یعنی ایران مدرن، از زمان از بعد به تشکیل حاکمیت مدرن در ایران و حتی قبل از اون. حالا برمیگردیم، من نمی‌خوام زیاد برگردم به گذشته. اینکه دولت مرکزی یا مرکز با حاشیه مشکل داشته، مشکل قومی داریم، ما مشکل مذهبی داریم، این نمیشه فقط به نظر من تعمیم داد به جمهوری اسلامی. و اتفاقا منم در برنامه قبلی این حرف رو گفتم، شما اینو به سخره گرفتی به یک نوعی، گفتم که اتفاقا این گفتمان اصلی، گفتمان رسمی در ایران بر وحدت شیعه و سنی استواره. حالا در عمل چه چیزهایی اتفاق میفته یه موضوع دیگه است، ولی گفتمان رسمی اینه. حالا شما، حالا من نمیخوام بحثم زیاد منطقه یا بین المللی بکنم، ولی شما نگاه بکن به بعضی از همسایگان ایران در عربستان سوریه، حتی مصر که تشیع اونجا اصلا قدغنه، شما بگی شیعه هستی دستگیرت میکنن. حداقل در ایران گفتمان رسمی بر وحدت شیعه و سنی استواره. و تا به دغدغه‌های امنیتی هم که نگاه بکنیم،
اینها بود باز بود منطقه‌ای داره. شما نگاه بکنید به پاکستان که روزی نمیگذره که شیعیان اونجا به خاک و خون کشیده بشن، یا مسائلی هست در عربستان یا جاهای اینا. تمام این مسائل گفتم مجموعه ای از این عوامل در نوع نگاه و تصمیم گیری مسئولان ایرانی تأثیر گذاره. باز من تکرار میکنم، من نمیخوام این مسئله رو توجیه بکنم، من از به هیچ عنوان نمیخوام مدافع تبعیض علیه هر کسی در ایران باشم، ولی اینها واقعیت هاست که ما باید در نظر بگیریم. بسیار خوب آقای جلالی زاده، حالا نفس این که آقای یونسی یک حرفایی زدن و تلویحاً و حتی خیلی صریحاً مسئله خودی و غیر خودی رو مطرح کردن و اذعان کردن که به هر حال یک نگاه امنیتی و نامحرم میشه به اقوام و اهل تسنن در اونجا، نفس بیان این مسائل میتونه یک راهگشایی باشه، یک حداقل اذعان به این، یعنی اینکه یک کاری با در قبال اون بکنیم؟ من فکر کنم که این سخنان آقای یونسی رهنان کسی که اختیار ویژه رئیس جمهور است و چنین یه داره وزیر اطلاعات بودن، دلیل این است که چنین واقعیتی در ایران وجود داره که افرادی به نام خودی یا غیر خودی وجود دارن و نگاه خودی و غیر خودی در میان بعضی از مسئولین کشور و نظام نسبت به اهل سنت یا قومیت های دیگر وجود دارد. اما به نظر من با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از تاثیر جمهوری اسلامی گذشته، من فکر کنم که با توجه به واقعیت و وضعیتی که امروز در خاورمیانه و در کل جهان میبینیم، فکر کنم که شاید طرح خودی و غیر خودی یا اصلا وجودش این واقعیت به نظر من مخالف همه آداب اخلاقی، حقوقی و حتی دینی است که شهروندان یک کشور که همه سالهاست و قرنهاست در این کشور ساکنند و زندگی مشترکی رو با هم دیگر دارند، در مسائل صلح و آشتی و جنگ و بعد دفاع از کشورشون همه سهیم بودند، امروز حقوق عده‌ای از ساکنان اصیل این کشور و این مردم توسط عده‌ای دیگری که بناحق و به باطل تضییع میشه، مسئولین ما شاهدش این قضیه باشن و سکوت بمونن. من معتقدم که اگر حتی بعضی از مسئولین حاضر به پذیرفتن این واقعیه نباشن که حتی قانون اساسی امروز در کشور اجرا نمیشه و اصول مهم قانون اساسی و مخصوصا فصل قانون اساسی که در ارتباط با مسائل حقوق بشری و حقوق انسانی سالها فراموش شده، اما به هر صورت کسانی که خود را ذی حق می‌دانند و محق می‌دانند به هیچ وجه از پیگیری و تعقیب حقوق خودشون فارغ نیستند و همیشه چه در دولت‌های روحانی، چه در دولت احمدی نژاد یا هر دولت دیگری، به هر صورت چه کردها یا آذری‌ها یا ترکمن‌ها یا بلوچ‌ها یا اهل سنت، به هر صورت از پیگیری خودشون ساکت نیستن و به هر صورت این مسائل و این مطالبات رو همیشه به دولت مردان گوزد میکنن تا روزی به هر صورت این شهروندان مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق مساوی و یکسان باشن. بسیار خوب آقای دوشوکی، البته مسئله اهل تسنن به نوعی یک حالت غیر عادی داره، از این نظر که اینها میگن که ما اقلیت دینی و مذهبی به حساب نمیاییم که حقوق داشته باشیم، سهمیه نمایندگی در مجلس داشته باشیم یا جاهای دیگه، و از طرف دیگه ما را مسلمانیم ولی حقوق برابر با شیعه ها نداریم و نه حقوق قانونی در قانون داریم و نه در عمل که می‌بینیم حتی استانداری هم نمیتونن تعیین بکنن خودشون. این وضعیت به نظر شما اگر که دولت آقای روحانی بخواد واقعا به این مسئله رسیدگی بکنه و حل بکنه چطور میشه حلش کرد؟ این مسئله اهل سنت در ایران با توجه به اینکه سه منطقه مهم ایران، منطقه مرزی بلوچستان، کردستان و ترکمن صحرا و همچنین مناطق مرزی در جنوب ایران، در خراسان، حتی در شمال مثل تالش، اکثرا اهل سنت هستند و حکومت ایران یک حکومت متعصب مذهبی هست و این تضاد مذهبی بین شیعه و سنی که ما
در سخنان هموطن گرامیون آقای عابدینی هم دیدیم که مثلا در مصر شیعه بودن جرمه که من تا حال نشنیده بودم. در مصر دقیقاً جرمه. نه من در چهار تا شیعه قتل عام کردم. مواردی بوده که موارد نه من در من سکوت من سکوت کردم در آره نه واقعیته. میدونم اجازه بدین آقای عابدینی صحبت ایشون البته بله در قاهره حمله کردن در زمان آقای مرسی که حکومت مذهبی را آورده بود حمله کردن. خود مردم مصر گفتن این چیزی نیست که ما بر علیه شیعیان یا بر علیه مسیحی ها بخوایم عملیاتی انجام بدیم. کودتا شد، حالا اونا میگن انقلاب، و اون حکومت مذهبی رو که میخواست مردم رو بر اساس مذهب طبقه بندی کنه ورداشتن کنار گذاشتن. این جامعه مثل عربستان سفیر عربستان سعودی در گذشته در تهران شیعه بود، کاردار عربستان سعودی در مشهد یک شیعه است. یعنی هیچ کشور اسلامی اون این نگاه شیعه و سنی رو و تبعیضاتی رو که دولت ایران بر علیه اهل تسنن ایجاد میکنه در کشورها نیست. اما البته این کاملا درست نیست آقای شما مراجعه مثلا کجا ببینید آقای عابدین، ببینید سازمان‌های حقوق بشری موارد متعددی از اجحاف بر شیعه ها هم در عربستان سعودی و هم در به خصوص بحرین وارها دارن مطرح میکنن و موارد خیلی خیلی زیادی هم هست. نه ولی در بحرین وزیر شیعه در بحرین ما وزیر شیعه داریم که با خاندان سلطنتی یکی هست. من طرفداری نمی کنم ولی در بحرین هم وجود داره. اما نکته مهمی که هست نه فقط گفت آقای حسین، چون یه بحثی که جمهوری اسلامی میکنه این میخواد فراافکنی بکنه، میگه این مشکل مشکل منطقی است. حالا من یه سوال مشخصی کردم، شما فکر میکنید اگر که دولت آقای روحانی بخواد به این مسئله بپردازه واقعا باید چه کار بکنه؟ یعنی چه راهکارهایی بر روش بازه هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی؟ این یک اراده خیلی قوی میخواد که من معتقد نیستم در این دولت و در این دولت مردان وجود داره. همون اراده‌ای رو که آقای روحانی در انتخاب آقای ظریف در رابطه با سیاست خارجی انجام دادن و در مقابل اصولگرایان و منتقدین داخلی خودشون ایستادن، چون فکر کردن که این حق است و باید جلوی اینا ایستاد، در مورد مسائل اهل سنت هم باید این کار رو بکنن. اما متاسفانه این نمیشه به خاطر اینکه فقط مسئله سیاسی نیست، یک مسئله مذهبی است که برمیگرده به اون قدرت به اصطلاح مراجع در قوم که اونها هم کاملا مخالف این هستن که سنی ها. ببینید من به عنوان یک اهل سنت اینو بگم، بعضی از این سردمداران حکومت میگن آقا سنی رو بیاریم رئیس خودمون بذاریم، مادرمون فاطمه الزهرا تو قبر میلرزه، کی این حرفا رو؟ این واقعا تفکر متعصب شیعه در این رژیم هست که اجازه نمیدن اهل سنت بیان به حکومت برسن. این چیزای ظاهری. من فقط یه نکته رو بگم که علاوه بر آقای استاندار، آقای یونسی گفته بودن این محرومیت ها در این مناطق ناشی از عملکرد دولت ها نیست، بلکه به دلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده و ملاک شایسته سالاریانها کمتر هست. در صورتی که فقط در سیستان و بلوچستان 70,000 دانشجو هست، تعداد دانشگاه‌ها و دانشجوهای سیستان و بلوچستان بعد از تهران در کشور دوم هست. هزاران دانشجو و فارغ التحصیل در بلوچستان هست. دکترای فارغ التحصیل لندن استاد دانشگاه بود در سیستان و بلوچستان، کنار گذاشتن. استاد مدیر کل بود، مدیر کل صنایع بود، اون این منظور شما شما معتقدین که عزم کافی وجود نداره برای حل این مسئله؟ آیا بدین حالا ببین، شما اشاره کردین به اصطلاح چافاتی که در جای دیگه میشه، مقایسه هایی هم کردین که در ایران و با کشورهای دیگه‌ای که اقلیت شیعه دارند. حالا شما فکر میکنین که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه واقعا با تصحیح بعضی از موارد قانونی، مثل مثلا فرض کن در جمهوری اسلامی ایران از در حرف وحدت شیعه و سنیه ولی در عمل اون نیست. در عمل شما نه اجازه بدین، شما مثلا فرض کنین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک رئیس جمهور باید حتما شیعه اثناعشری باشه، خب یعنی در واقع همون اول محرومیت در قانون اساسی هم وجود داره. حالا جمهوری اسلامی ایران میتونه الگو باشه با تصحیح این موارد و عملا نه فقط در حرف تبدیل بشه به یک جامعه ای که تبعیضی بین اقلیت‌های مذهبی شده. قطعا این سخنان درست، البته این من در جایگاهی نیستم که بخوام خیلی دقیق به این سوال جواب بدم، این سوال باید بیشتر معطوف به دولت مردان باشه. ولی یک نکته به نظر من اینجا خیلی مهمه که تا به حال برجسته نشده، این بُعد مردمی این موضوعه.
یعنی تعامل شیعیان ایران با اهل سنت. و متاسفانه ما هر موقع هر بحثی راجع به این موضوع داریم، می‌بینیم اولا طرف مقابل سعی می‌کنه فرقه گرایی ایجاد بکنه تا یه حدودی، و شما حتی مراجعه بکن به وبسایت‌هایی که به نوعی می‌خوان از اهل سنت در ایران نمایندگی بکنن، و اینجا در منظور من هم وبسایت‌های گروه‌های افراطی نیست، گروه‌هایی که خودشون خیلی معتدل می‌دونن. اینا قبل از اینکه بخوان مسائل اصلی اهل سنت رو در ایران برجسته بکنن، ترجیح میدن تعرض بکنن به اعتقادات و باورهای شیعیان. شما فقط مراجعه بکن به وبسایت‌های خیلی به اصطلاح معتدل. نه اینجا ببینید اونها نماینده اکثریت اهل تسنن ایران نیستن. اهل تسنن اونایی هستن که میگن که ما در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی ایران با همین قانون خب اینجا دو عامل مهمه، میخوایم که بر امورات محلی خودمون حداقل بتونیم. اینجا دو عامل مهمه جناب، دو عامل. یکی اینکه تعامل بین مردمه، چه شیعیان و سنی ها، و من برمیگردم به حرفی که قبلا زدم در مورد این اشاره آقای وزیر کشور. ببینید رقابت هایی که بین نخبگان و کنشگران محلی وجود داره، شما اینا رو دست کم بگیرید. کسایی که خارج از کشور هستن شاید نه اطلاعات دقیق راجع به این رقابت ها نداشته باشن، ولی یکی از مسئولیت های وزارتخونه ها در این مناطق مدیریت و مهار این رقابت. شما یه کسی اجازه بدید مثلا بیاد استاندار بشه، متوجه هستین؟ این ممکنه بخش کثیری از عده‌ای از گروه یا حزب مخالف رو به صورتی عدم نارضایتی اونا رو برانگیزه. این همه مسائلیه که باید به نوعی حل بشه. ولی من میگم من اینجا به هیچ عنوان توجیهگر وضعیت موجود نیستم. تبعیض‌های علیه سنت، علیه اهل سنت در ایران اعمال میشه، و این حرفی هم که شما الان بهش اشاره کردید در واقع اصلاح قانون اساسی یا به نوعی اصلاحات در عالی ترین سطوح سیاسی کشور، اینا هم تا حدودی درسته. البته این یک نیاز به یک دیالوگ ملی داره، و اگه ما بخوایم این دیالوگ ملی رو روی یک پایه درست و منطقی و قوی استوار بسازیم، بعد صادقانه صحبت بکنیم. یعنی یک سری واقعیت ها هست در مورد اهل سنت و تعرض‌هایی که برخی از این گروه‌هایی که خودشونو نخبه میدونن، و میگم من الان اینجا منظورم هم مقصودم این گروه‌های افراطی نیستن، گروه‌هایی هستن که به نوعی در واقع همونطور که گفتم در اکثریت اون خاصشون خیلی مشخصه، خاص خیلی طبیعیه. و ببینید من فقط اجازه بدید من فقط تکمیل بکنم حرفم، وقت زیادی نداریم. آقای جلالی زاده هم باید بیاریم تو بحث. آقای جلالی زاده، شما حالا با این صحبت‌ها که شد در اینجا و همینطور با این که آقای یونسی حرفایی زدن، چقدر امیدوار هستید که بشه یک دیالوگی بین اهل تسنن و این دولت جدید باز بشه که احیاناً به یک راه حلی برسن؟ من معتقدم با توجه به وضعیتی که فراد و همچنین ویژگی های فکری و سیاسی آقای یونسی و همچنین آقای روحانی و بعضی از وزرای ایشان، با توجه به این که وضعیت جامعه بگونه است که امروز ما شاهدیم که در آذربایجان غربی آذری ها از حقوق کردها دفاع میکنند، در استان کردستان کردهای شیعه هم مصرن که حتما باید استاندار کرد سنی باشد، من بسیار به آینده خوشبین هستم و امیدوار هستم و امیدوارم که ما به جایی برسیم که ما اهل سنت ایران تقاص رفتار حکومت سعودی یا حکومت بحرین رو ندهیم، چون که جمهوری اسلامی حکومتی بر اساس اراده مردم بنا شده، حکومتی است که انتخابات های متعدد برگزار میشه. حالا اون نگرش بعضی از مسئولین که فکر کنم ناشی از تنگ نظری و ناشی از منفعت طلبی بعضی از آنها است که موجب میشه که نگذارن اقوام ایرانی و یا اهل سنت در سطح ملی رشد بکنن. من فکر کنم این فکر و این به اصطلاح منش یک منشی است که ضد واقعا آموزه های مذهبی، ضد حقوق بشر، و من معتقدم که باید از این وضعیتی که پیش آمده استفاده کرد، نباید ناامید بود و باید به هر صورت این باب گفتگو را با دولت با حاکمیت باید بیشتر ادامه داد. و من معتقدم که ما تنها نباید مخاطب با آقای روحانی باشند، چون آقای روحانی رئیس قوه مجریه یا مجری قانون اساسی هستند، اما نهادهای ذی نفوذ دیگری در کشور ما هستند که اهل سنت و اقوام ناچارند که با گفتگو را با اینها باز بکنند. من معتقدم که باید نمایندگان از اهل سنت و علما و سیاستمداران از نمایندگان مجلس باید ملاقاتی با
مقام رهبری داشته باشند، باید مراجعه داشته باشند، باید با قوه قضاییه، شورای نگهبان، یعنی نهادهایی که واقعا در کشور ما، یعنی محدود به آقای روحانی نشه. بسیار بله، بسیار خوب. آقای جلالی زاده، آقای دوستی، من فقط در تایید صحبت های آقای آبدینی بگم که بله، این مسئله رقابت ها در استان ها وجود داره و در بلوچستان به عنوان مثال سیاست تفرقه به انداز بین شیعه و سنی، بین بلوچ و سیستانی توسط حکومت همیشه اشاعه می شده تا بتونه از این طریق تفرقه بنداز و حکومت کن وجود داره و متاسفانه این کاری که خود حکومت جمهوری اسلامی کرده، یا وگرنه مردم بلوچ و سیستانی همیشه می خواستن و الان هم می خوان که برادر و متحد و در کنار یکدیگر باشن. اما چه دریغا که جمهوری اسلامی همیشه اون سیاست تفرقه بنداز و حکومت. حالا اجازه بدیم به همون امیدواری آقای جلال‌زاده پایبند باشیم. خیلی متشکرم آقای دوشوکی از شما، آقای آبدین ممنونم از شما و آقای جلال‌زاده متشکرم از شرکتون در برنامه. و این بود صفحه دوی آخر هفته این هفته. اگر خواستید برنامه رو دوباره ببینید یا آن را به دیگران توصیه کنید، این برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما خواهد بود و برای مدتی بیشتری هم میشود همراه با برنامه‌های گذشته ما در یوتیوب دید. آدرس ما در وبسایت bbcpersian.com و این برنامه همینطور از صفحه فیسبوک با هم میشود دید و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه2. از طریق ایمیل در وبسایت و همینطور از طریق فیسبوک میتونید نظرتون درباره برنامه و یا اگر سوال دارید برامون بفرستید. ممنون از شما که برنامه رو دیدید. لطفاً صفحه دوی سه‌شنبه ما رو هم ببینید. روزگارتون خوش.